اینجا بند کمالخان است که سروه مقدماتی آن در سال 1349 هجری خورشیدی آغاز شد و کار عملی آن در سال 1356 از سوی سردار محمد داود خان فقید آغاز گردید. اعمار این بند یکی از آرمان‌های بسیار بلند بالای سردار محمد داود خان بود. در سال 1356 تمامی امکانات به هزینه صدها میلیون دلار برای ساخته شدن این بند آماده بود، اما وقوع کودتای ثور مانع از اجرای این طرح حیاتی شد. پس از آن در زمان حکومت دکتر نجیب الله بر بنیاد طرح مصالحه ملیش، بند کمالخان با تمامی امکاناتش به یک فرمانده جهادی به نام معلم کریم بر رویت اسناد تحویل داده شد. بر بنیاد گفته های شماری از مقامات نیمروز و باشندگان این منطقه، تمامی امکانات و تجهیزات این بند به ارزش صدها میلیون دلار از سوی معلم کریم به دستور بیگانه ها به تاراج رفت. ساختمان هایی را که میبینید در زمان حکومت سردار محمد داود خان فقید ساخته شدند، اما جنگ های داخلی این ساختمان ها را به ویران مبدل کرد. در حال حاضر این ساختمان های رهایشی از سوی دولت افغانستان دوباره بازسازی و آماده بهره برداری اند. در همین حال یک مرکز بهداشتی اصلی نیز از سوی ولایت نیمروز در بند کمالخان ساخته شده است. از سوی دیگر شماره از باشندگان بند کمالخان ایران را به ناامن ساختن این منطقه متهم می کنند. به نظر شما چرا کمالخان آباد نمیشه؟ نمیشه که مداخله میکنه پاکستان و ایران. برای منافع خودش. آب کم یا به میخواد که اونجا برای خود ذخیره کنه، چانیمه داره اونجا جور کنه، رو برای کنه برای خود. ایران خاطر ای است که اجیر داره، نمیخواد که بند بسته شوه، نه به شخصیش از بین میره، آب سرش کتی میشه. بخاطر ازید نمیمانه که این بند بسته شوه. ما میخوایم بند کمالخان آباد شوه که دست ایران کوتاه شوه. در همین حال شماره از مقامات نیمروز از مداخله ایران و پاکستان در منطقه سخن میگویند. در این ساحه در این ولسوالی چهارمرچک اگر بند کمالخان آباد شوه، سبب ازی میشه که جمهوری اسلامی ایران امو حقابه که برزوه تثبیت شده امو رو بگیرن، نه اضافه تر از اون. بنان خواهی نخواهی به خاطر که نمی روند بازسازی در افغانستان و کندی مواجه شوه، با وقت و زمان کارا صورت نگیره، طبعا مداخلات دارن. بعض گروپ های هست که در روج تمویل میشه، تخویه میشه و مسلح میشن و مجهز میشن به خاطر به اصطلاح عقب انداختن اینمی پروسه های کاری. او دغه وبه چې وس بیل کومه حساب او بیل کوم محاسبه ایران ته چې دا برا وګرځي په د کمال خان په بند کې به ذخیره سي او د نیمروز خلک به استفاده ځنې کوي. دغه علت دی چې د ایران او پاکستان دولتونه نه غواړي چې دلته یو باثباته دولت وي، نه غواړي چې دلته یو ټینګ او قوي دولت وي چې دوی وکولای شي د خپل مملکت لپاره، خاصتا د نیمروز د خلکو لپاره چې وسیع مځکې لري، دا یو نوسازي او باسازي وسي. این بند است که بسیار باساده که ساخته میشه، 40% کار از در گذشته شده، تاسیساتش فعلا وجود داره، امنیتش مردم تحمیل میکنن. فقط یک عزم و اراده قوی میخواد که انشاءالله این کار از شروع شه و کس نمیتونه جلو بیری کنه برای پیش بند ساخته نشود. چون خاک ماست، حق ماست، حق مردم افغانستان است که با خود مهار کنن و از آب خود درست و بجا و منطقی استفاده کنن. همسایه داری نیک با جای خود، حقوق همسایه داری با جای خود، هر کس حقش مشخص است. در 26 متر مکه و افیسانی سامی جمهوری اسلامی ایران بوده که در پارلمان وقت مفهوم تصویب شد. بنده کمال خان تا کنون چندین بار مورد حمله مخالفان مسلح دولت قرار گرفته است که به گفته مسئولان امنیتی مخالفان با قبول تلفات سنگین فرار نمودند. یوم نفر پرده به خاطر اینکه منتخب ناامن نشان بدن دست به عملیات ازم و به فضل خدا که 8 نفر مرده زواد در جمع مان و مدام که دستاورد بگیرن ای تو پلان جور کرده بودن که ما می جای رو میگیریم به موتور سوار میشیم بریم پس طرف و تعمیرار هم گفتن انفجار میدیم میاد داده تعمیرار با موفق نشدن والا موفق نمیشه. اگر دولت بخواد که بند جور بکنه، زن و مرد ولسوالی چهاربرجک ولایت نیمروز حاضر است به خاطر دفاع بند. من جمله نیروهای سرحدی ما حاضر هستیم که تا آخرین رمک زندگی که داریم از این بند، از ساختمان این بند، از کار و پیکار این بند دفاع بکنیم. با گفته مسئولان نیمروز قرار است کار عملی این بند در سال آینده آغاز شود. اگر این بند ساخته شود و دست بیگانه از این منطقه برچیده شود، برای هزاران تن زمینه کار فراهم خواهد شد. گرد و خاکی که در حال حاضر بر نیمروز می بارد، تبدیل به بادهای لطیف و پرتراوت خواهد شد.
پلیسی سرحدی و باشندگان این منطقه میگویند هرگاه دولت افغانستان کار این بند را آغاز کنند، آنان با تمامی توان در تأمین امنیت آن تلاش خواهند کرد. نخستین تقاضای هر باشنده ولایت نیمروز از مقامات دولتی اعمار بند کمالخان است. با اعمار این بند چهره ولایت نیمروز به کلی دگرگون خواهد شد. شماره از باشندگان این ولایت و مقامات ولایت نیمروز میگویند که ایران تمامی تلاش‌هایش را به کار میبرد تا از اعمار این بند جلوگیری نماید، تا از آب‌های افغانستان به گونه غیر قانونی استفاده نماید. نورالله رحمانی، تلویزیون طلوع، بند کمالخان، ولایت نیمروز.